سلام سلام، حال احوالتون چطوره؟ الهی که خوب و خوش باشین. اومدم با آموزش یه موتیف کاربردی دیگه. این موتیف شاید به چشم همتون خورده باشه. موتیف اسمش موتیف فندقی هستش. حالا میریم با هم دیگه یادگیریشو بهتون میگم. خب من از چه رنگایی استفاده کردم؟ زرد، سفید و صورتی. قلابم هم شماره 2 مثل همیشه و یه قیچی برای بافت این موتیف خوشگه. اول شما میتونید هم از حلقه جادویی استفاده کنید، هم میتونید از روش زنجیره زدن استفاده کنید، هر کدوم که راحت تر هستید. خب من از روش حلقه جادویی استفاده میکنم که آموزشم داخل پیج هست. بعد از اینکه حلقه رو زدیم، ما داخل حلقمون بعد از اینکه 3 تا زنجیرم رو زدیم، اینو فراموش نکنید، نیاز به 7 تا پای بلند دیگه داریم، به اضافه 3 تا زنجیره اول کار که میشه 8 تا پایه بلند. حالا میریم 8 تا پایه بلندمون رو میبافیم. اینکه زنجیرها مورد نظرمون تموم شد، طبق معمول به ابتدای رج پای بست میزنیم. بعد از اینکه پای بست زدیم، من با همین رنگ میخوام رج قد رو هم ادامه بدم. شروع میکنم به زدن 3 تا زنجیره دیگه. اینجا رو دقت کنید، ببینید داخل اون فضاهای زنجیره خالی که بود، من شروع میکنم به بافت 4 تا پایه بلند. البته میتونید 5 تا پایه هم ببافید، اما چون نخ من یک مقدار ضخیم بود، من ترجیح دادم که با 4 تا پایه بلند کارم رو جمع بندی کنم. خب حالا اینجا دقت کنید، من 4 تا پایه بلند زدم. اون 3 تا زنجیره اول کار بود. ببینید قلاب رو داخل اول رج میاریم. چهارمین پای بلندی که زدیم، نخمون رو میگیریم و از زنجیره اول رد میکن. ببینید کارتون جمع شد. به این میگن بافت فندقی. یک یا 2 زنجیره میزنیم دیگه، بستگی به نظر خودتون داره. میریم دقیقا تو زنجیره بعدی رو نگاه کنید، دقیقا داخل همینجا دوباره شروع میکنیم به زدن 4 تا پای بلند دیگه. فاصله رو فراموش نکنید، حتما 1 یا 2 زنجیره بزنید، چون برای رج بعد ما بین این فاصله ها میخوایم دوباره فندقی بزنیم. خب بعد از اینکه دوباره 4 تا پای بلندمون رو زدیم، دوباره من یک بار دیگه انجام میدم تا شما عزیزان خوب متوجه بشید. دوباره اولین زنجیره رو قلاب رو وارد کردیم، آخرین پای بلندمون که بود نخش رو میگیریم میکشیم و 2 تا زنجیره میزنیم. شاید الان براتون زیاد مشخص نباشه فندقی کار، ولی یک مقدار کار بزرگتر که بشه قشن به قول معروف نمایان میشه فندقی کار براتون. همینجوری تا انتهای کار ما فندقی میبافیم. الان ما 3 تا فندقی بافتیم، بعد 5 تا فندقی دیگه هم ببافیم که جمعا بشه 8 تا و بعد بریم برای رج بعدی.
ما 8 فندقیمون رو بافتیم. الان میخوام به انتهای رشت پای بست بزنم. ببینید به چه صورت. بعد از اینکه دو تا زنجیرم رو زدم، ببینید به ابتدای کار، ببینید دقیقا این بالای کار قلاب رو فرو میکنیم. ملاحظه کنید دقیقا همینجا نخ رو میگیریم و یک پای بست یا پایه مخفی میزنیم و نخمون رو کات میکنم. البته اگه شما میخواید با همین رنگ ادامه بدین، نختون رو دیگه کات نمیکنید، ولی من میخوام یک رنگ دیگه استفاده کنم، پس به همین خاطر رنگم رو کات میکنم تا بریم برای رجه دوم. مورد نظرمون رو برمیداریم، طبق معمول و همیشه یک گره روی قلاب میندازیم. بعد از اینکه گره انداختیم، داخل اون فضاهای خالی رج قبل بود دوتا میزدیم میرفتیم فندقی بعدی. نگاه کنید دقیقا همینجا ما داخل این فضاها الان میخوام این رجمون رو ببافیم. شما از هر جایی که شروع کنید اشکال نداره، هیچ قانون خاصی نداره، از هر جایی که دوست داشتید قلابتون رو وارد کنید و کارمون رو انجام بدید. ببینید من یک پای مخفی میگیرم، به اصطلاح یک پای بست میزنم و شروع میکنم به زدن 3 تا زنجیره. ببینید دقیقا طبق رج قبل هستش، با این تفاوت که ما داخل این فندقی دو تا میزنیم. دقیقا این قانون گردبافی بودش که ما 6 تا میزدیم رج بعد 12 تاش میکردیم افزایش داشتیم. اینجا دقیقا همون قانون هستش، من دوباره 4 تا پایه بلند میزنم. بعد از اینکه 4 تا زدم، ابتدا و انتها رو ملاحظه کنید، به هم دیگه وصل میکنم. بعد از اینکه وصل کردین، فراموش نکنید حتما ما بین کارتون زنجیره بزنید تا اون حالت فندقیتون بیشتر نمایان تر باشه براتون. خب حالا من دوباره داخل همین فضا فندقی بعدیمون رو هم میزنیم. ببینید دقیقا کنار فندقی اولیم 4 تا پایه بلند. بعد از اینکه 4 تا پایه بلندم رو زدم، ابتدا و انتهای کار همونطور که قبلا گفتم و ملاحظه کردیم رو به همدیگه وصل کنیم و بافت فندقیمون ایجاد میشه. یه نکته ای رو بگم عزیزان، این موتیف هایی که قراره بهتون یاد بدم و همین موتیف، شما میتونید خیلی راحت با همین موتیف پتوی کودک ببافین، خیلی خیلی راحت. وصل موتیف رو هم تو آموزش کیف بهتون گفتم، برای همین خیلی راحت شما میتونید از با بافت این موتیف خیلی راحت موتیفاتون رو کنار همدیگه بچینید. حالا با رنگ‌های مورد نظر، با رنگ‌های قشنگ که انتخاب میکنید، یه پتوی حالا کودک یا رو تختی یا هر چیزی که به قول معروف به ذهنتون برسه میتونید ببافید. انتهای رج همین به همین صورت هستش که بهتون گفتم. ما الان 8 تا فندقی داشتیم، رج بعد میشه 16 تا فندقی. ما الان 16 تا فندقیمون رو زدیم. حالا ابتدا و انتهای کار رو همونطور که به خدمتتون گفتم به هم دیگه پای بست میزنیم. بعد از اینکه پای بست زدیم، یک نکته ای رو بهتون بگم، اگر میخواین کارتون گسترده تر باشه، یعنی میخواین فندقی هاتون بیشتر باشه، شما تو این مرحله میتونید فندقیتون رو اضافه کنید. دقیقا این قانون گرد بافی که گفتم، یعنی این رج میشه اول کار شما دو تا فندقی میزنید،
توی جای خالی بعدی یه فندق میزنید، دوباره بعدی تو دو. شما میتونید همین جوری کارتون رو گسترده تر کنید. ولی من چون فقط برای آموزش بود به همین دورج بسنده کردم. حالا بعد از اینکه تمیز کاریمون رو انجام دادیم میخوام برم برای اینکه کار رو چطوری ما مربع کنیم یا به اصطلاح کارمون رو موتیف کنیم. رنگ سفیدم رو برداشتم و مثل همیشه یه گره روی قلابم میندازم. بعد از اینکه گره انداختم از هر جایی، هیچ قانون خاصی نداره بهتون گفتم، از هر جایی که دوست داشتین تو فضاهای خالی قلاب رو فرو میکنیم و یک پای بست میزنیم که نخمون محکم بشه. بعد از اینکه پای بست زدیم، اینجا خیلی مهمه بچه ها این قسمت رو خیلی دقت کنید، بعد از اینکه پای بسته من شروع میکنم به زدن 3 تا زنجیره. بعد از اینکه 3 تا زنجیره زدم، داخل همون فضا من 2 تا پای بلند دیگه میبافم، جمعا میشه 3 تا پای بلند. خیلی دقت کن. بعد از اینکه 3 تا پای بلندم رو بافتم، بدون اینکه دونه ای اضافه کنی، یعنی زنجیره ای اضافه کنی، اینجا ابدا هیچ زنجیره ای اضافه نمی کنی، میرم دقیقا تو جای خالی بعدی و 3 تا پای بلند دیگه میزنم. چون میخوام کارم رو مربع کنم، بعد از اینکه دومین پای، یعنی 2 سفتای بعدی رو که زدم، میرم رو سومین فندقی و دوباره 3 تا پای بلند دیگه میزنم. بازم میگم به هیچ وجه ما بین پای بلندایی که داریم میزنیم زنجیره اضافه نکنیم. ببینید الان من 3 تا پای بلند زدم، حالا میخوام برم گوشه کارم رو ایجاد کنم، به اصطلاح کارم رو مربع کنم. ببینید من 3 تا پای بلند میزنم، میتونی 4 تا هم بزنید، ولی من چون کارم میخواستم خیلی بزرگتر نهید 3 تا زدم. خب بعد از اینکه 3 تا پای بلندم رو زدم، حالا اینجا ما بین 3 تا پای بلندم 2 تا زنجیره میزنم و دقیقا داخل همون فضا 3 تا پای بلند دیگه میزنم، چون میخوام کارم حالت گوشه بگیره. خب ببین الان متوجه عرض بنده میشیم. ببینید حالا الان خوب مشخص است، تا انتهای رجبه بافیم کاملا مشخص میشه. ببینید این گوشه کارم، دوباره ما 3 تا گل رو، یعنی به اصطلاح 3 تا فندقی رو ما داخلش پای بلند میبافیم. بعد از اینکه پای بلندام رو بافتیم، دوباره میریم برای گوشه دوم کارم.
من 3 تا پای بلندم رو زدم. حالا اینجا دوباره میخوام گوشه دوم رو ایجاد کنم دیگه. 2 تا زنجیره میزنم و دوباره داخل همین فضا من 3 تا پای بلند دیگه میزنم. همینجوری تا انتهای رج ادامه بدیم، یعنی ما باید 4 تا گوشه داشته باشیم. رسیدیم به آخرین گوشم. نگاه کنید، 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و دوباره 3 تا پای بلند دیگه. دیگه کارمون به انتها رسیده. اگر میخواین موتیفتون همینقدر باشه، اینجا نختون رو کات میکنه. اما نه، من میخوام یک ردیف دیگه هم بهتون، یعنی کارم رو گسترده تر کنم و بهتون یاد بدم که چجوری کارتون رو بزرگتر کنید. ببینید، ابتدا و انتهای کار رو به هم وصل میکنیم و میریم برای رج بعدی که میگم میخوام رج رو یکم گسترده تر کنم. خب حالا شروع میکنم به زدن 3 تا زنجیره. دقت داشته باشید. زنجیره هامون رو زده، میبینید این فضای خالی، داخل این فضای خالی هم میتونید بزنید، ولی من اینجا نمیزنم و از بالای کار شروع میکنم. حالا من یک مقدار کار رو میبافم تا عرضم براتون مشخص تر باشه. دلم. من کار یک مقدار بافتم تا براتون مشخص تر بشه، چون کوچیک بود شاید خوب مشخص نبود. ببینید، بعد از اینکه 3 تا زنجیرمون رو زدیم، میبینید دقیقا بالای کارتون زنجیره است. ببینید، ما از همونجا شروع میکنیم به زدن پای بلند. میتونستیم داخل اون فضای خالی زنجیره ها هم بزنید، ولی این باعث قشنگ تر شدن کارتون میشه. ببینید، بالای کار نخمون رو میگیریم و یک پای بلند میزنیم. ببینید، بالای کار فقط یک نخ رو میگیریم دیگه، 2 تا نخ رو نمیگیریم عزیزای دلم. ببینید، بالای کار وارد میکنیم و پای بلندمون رو انجام میدیم. حالا میریم تا برسیم به گوشه کار. رسیدیم به آخرین زنجیره و پای بلندمون رو میزنیم تا بریم برای گوشه سوم کار. خب حالا میام داخل اون فضای خالی رج قبل داشتیم، یه پای بلند میزنیم. میتونید 2 تا هم بزنید، ولی من ترجیح دادم 1 دونه پای بلند بزنم. بعد از اینکه 1 دونه پای بلند زدیم، نگاه کنید،
2 تا زنجیره میزنم و دوباره همونجا یک پای بلند دیگه در میارم و مجددم بدون فاصله شروع میکنم به زدن پای بلندها تا برسم به گوشه آخر کارمون. ببینید بدون اینکه فاصله ای ایجاد بشه دوباره از بالای کار شروع میکنم تا برسم به گوشه آخر کار. آخرین پای بلندم زدیم و اومدیم رسیدیم به آخرین گوشمون. دوباره یک پای بلند، 2 زنجیره و دوباره مجددن داخل همون فضا یک پای بلند دیگه میزنم و این چند تا پای بلند دیگه باقی مونده دیگر رو هم میزنم و ابتدا و انتهای کار رو به هم دیگه وصل میکنم. شاید الان بپرسین چرا کارمون انقدر به هم ریخته است. به خاطر اینکه خیلی طبیعیه، به خاطر بافتمون هستش. بعد از اینکه ما موتیف رو بافتیم یا باید موتیف رو اتو کنیم یا باید موتیف رو سوزن کشی کنیم، که حتما سوزن کشی رو هم بهتون یاد میدم. البته کار سختی نیستش، همینجا الان بهتون میگم. روی یک سطح صاف ابر مانند شما چند تا سوزن تهگرد رو برمی‌دارید و گوشه های کار و تمام کارتون رو سوزن می‌زنید و کار رو می‌کشین. می‌ذارین کار 1 روز یا الی 2 روز می‌مونه و کارتون قشنگ گوشه می‌گیره و صاف میشه. حالا من عکس کار رو می‌گیرم و براتون می‌ذارم تا کاملاً به قول معروف مشخص بشه و متوجه عرضه بنده بشین. خب حالا بعد از اینکه کار تموم شد من به 3 زنجیره اول کار پای بست زدم و خب اینجا نخم رو دیگه کات میکنم چون کارم تموم شد. ولی اگر شما بخواید کارتون رو ادامه بدید دقیقا همین قانون رو که انجام دادین انجام میدین و به گوشه ها هم که رسیدین 1 پای بلند 2 زنجیره و 1 پای بلند و میتونین همینجوری کارتون رو گسترش بدین. خب عزیزای دلم، امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. پس تا آموزش بعدی خدا یار نگهدارتون.